سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. نسترن گوشی رو برداشت و شماره ی خونه ی خواهرش مینا رو گرفت. اون تقریبا هر روز با خواهرش تلفنی صحبت میکرد. از همون زمانی که مینا از شوهرش منوچهر جدا شده بود و همراه دختر و پسرش یعنی میترا و مهیار زندگی میکرد. اون روز اما بعد از چند بوق ممتد تلفن، به جای اون که مینا مثل همیشه تلفن رو جواب بده، صدای ناراحت و گرفته شوهرش تو گوشی تلفن پیچید. مرد میان سال پس از اون که صدای خواهرزن سابقش رو شنید، راز جنایتی هولناک رو برملا کرد و گفت دخترش میترا رو دقایقی پیش به قتل رسونده. نسترن برای لحظه‌ای خشکش زده بود. شنیدن این حرف برای شوکه کننده بود. صدای منوچهر اونقدر گرفته و ناراحت بود که بعید بود ماجرای شوخی باشه. نمیدونست چی کار باید بکنه. یعنی واقعا میترا به قتل رسیده بود؟ منوچهر و دخترش میترا همیشه با هم اختلاف داشتن. اما مگه میشد این اختلاف منجر به قتل بشه؟ نسترن برای اطمینان از این موضوع شماره تلفن میترا رو گرفت. اما گوشی اون رو هم منوچهر جواب داد. حالا نسترن مطمئن شده بود که جنایتی هولناک رخ داده و تنها کاری که میتونست انجام بده تماس با پلیس و گزارش این جنایت بود. با تماس اون اکیپی از کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. آپارتمانی که جنایت در اونجا رخ داده بود در طبقه اول یک مجتمع مسکونی قرار داشت. ماموران راهی اونجا شدن و وقتی پشت در رسیدن، صدای بلند تلویزیون رو شنیدن که از داخل آپارتمان به گوش می رسید. اونها چندین بار زنگ آیفون رو زدن و در نهایت مرد میانسالی در رو به روشون باز کرد. این مرد کسی نبود جز منوچهر، کسی که می گفت دخترش رو به قتل رسونده. کاراگاهان با دستگیری منوچهر وارد آپارتمان شدن و با جسد دختر جوان که در مقابل تلویزیون روی زمین افتاده بود مواجه شدن. اون با ضربات متعدد چاقو از پا در اومده بود و لباسهای خونی منوچهر ثابت میکرد که جنایت از سوی اون رخ داده. دختر جوان به بدترین شکل چاقو چاقو شده بود. لحظاتی از حضور ماموران در محل جنایت گذشته بود و در حالی که به نظر می رسید منوچهر و دخترش میترا در خونه تنها بودن، ناگهان در یکی از اتاقها باز شد و برادر میترا به نام مهیار که هدفون بزرگی روی گوشش بود از اتاق بیرون اومد. اون با دیدن جسد خواهرش تو خونه و ماموران پلیس شوکه شده بود. مهیار نمیدونست چی باید بگه. اون از حدود یک ساعت قبل که دعوا و مشاجره پدر و خواهرش شروع شده بود به اتاقش رفته بود و با گذاشتن هدفون روی گوشاش و بلند کردن صدای موسیقی سعی کرده بود کاری کنه که صدای درگیری خواهر و پدرش رو نشنوه. اما حالا اون چرا که میدید نمیتونست باور کنه. وحشت زده به طرف خواهرش رفت و چند باری اونو تکون داد. اما بیفایده بود. میترا دیگه زنده نبود. مهیار نگاهی به پدرش انداخت. هنوز کاملا گیج و سردرگم بود. یکی از مامورا اونو به گوشه پذیرایی برد و خواست در رابطه با جنایت بگه. اما پسر جوان که چیزی از جنایت نمیدونست گفت: پدر و خواهرم همیشه با هم مشکل داشتن. اونا همیشه با هم بحث میکردن و سر کوچکترین موضوعی داد و بیدادشون به هوا میرفت. چند سال قبل مادرم از پدرم جدا شد و ما با مادرم زندگی میکردیم. اما هر چند وقت یک بار پدرم به دیدن ما میومد. زمانی که پدرم میومد، مادرم ما رو با اون تنها میذاشت. امروز ظهر پدرم به خونه اومد. چون میدونستم خیلی زود مثل همیشه با میترا دعواش میشه، به اتاقم رفتم. حدسمم درست بود. خیلی طول نکشید که صدای دعوای اونا به هوا بلند شد. برای اون که صدای داد و فریادشون رو نشنوم، تلویزیون رو روشن و صداشو زیاد کردم. بعد دوباره به اتاقم برگشتم و هدفون رو روی گوشم گذاشتم و شروع کردم به گوش دادن موسیقی با صدای بلند. زمانی که داخل اتاق بودم، صدای مبهمی از داد و فریادای اونا رو میشنیدم، اما فکر میکردم که دعوای اونا مثل همیشه است. اصلا متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاده تا اینکه وقتی صدای تلویزیون قطع شد،
احساس کردم بیرون از اتاقم اتفاقی در حال رخ دادنه. برای همین بیرون اومدم و با دیدن شما و جسد خواهرم شوکه شدم. بعد از تحقیق از برادر میترا، کاراگاهان به سراغ عامل جنایت یعنی منوچهر رفتن و به تحقیق از اون پرداختن. دست و پای مرد میانسال میلرزید. اون به زحمت میتونست جلوی بغضی که تو گلوش بود و بگیره. نگاهی به جسد دخترش انداخت و گفت: من اونو کشتم با همین دستام، و بعد شروع به گریه کرد. اما واقعا اون روز چه اتفاقی افتاده بود؟ چند روز از این جنایت هولناک میگذشت. منوچهر به جرم قتل در اداره دهم آگاهی تهران در بازداشت بود تا تحقیقات پروندهش تکمیل بشه. تو نگاهش ناراحتی و پشیمونی موج میزد. اون در اعترافاتش گفت: باور کنید نمیخواستم دخترمو بکشم، اما تو یه لحظه اونقدر عصبانی شدم که دست به این کار زدم. اون همیشه با من لجبازی میکرد و همین مسئله باعث شد تا اونو بکشم. از لجاجتش، بچه بازیاش، از اینکه منو دوست نداشت و به من توجه نمیکرد خسته شده بودم. من و میترا همیشه با هم مشکل داشتیم. اون به قول خودش جوون امروزی بود و من مرد قدیمی با تفکرات سنتی. همین مثلا باعث اختلاف بین من و میترا شده بود. همسرم هم در این بین طرف میترا رو میگرفت و میگفت اون جوونه، اما تو با تجربه ای و باید هوای میترا رو داشته باشی. اما نمیشد. هر چقدر میخواستم رابطم رو با میترا صمیمی کنم، اون از من بیشتر فاصله میگرفت. نمیدونستم دیگه باید چی کار کنم. چند بار بهش گفتم بریم پیش روانشناس یا مشاور تا مشکلمونو حل کنیم، اما اون از شنیدن این حرفا ناراحت میشد. از نظر اون فقط آدمای روانی به چنین جاهایی مراجعه میکردن. اما من میترا رو دوست داشتم. اون دختر من بود. دلم میخواست تو زندگیش موفق باشه، اما اون همیشه تو جبهه مخالف من بود. من با همسرم مشکل داشتم و سر همین مشکلات ازش جدا شدم. همینا رابطه بین من و دخترم رو خرابتر کرد. حدود 4 سال قبل من و همسرم تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم. بچه ها رو اون نگه می داشت و در عوض خرج اونا رو من می دادم. من بساز بفروش بودم و درآمد خوبی داشتم. اما چند سالیه که از کار افتاده شدم و خرج زندگیمو با فروختن خونه ها و زمینام در میارم. این اواخر وضعیت مالیم خیلی بد شد، به طوری که توانایی مالی پرداخت کرایه خونه‌ای که برای همسر سابقم و بچه‌هام اجاره کرده بودم و نداشتم. موضوع با همسرم در میون گذاشتم. بهش گفتم بهتر خونه‌ای رو در اطراف تهران بخریم تا دیگه لازم نباشه کرایه خونه پرداخت کنیم. به کمک همسر سابقم خونه‌ای در اطراف تهران خریدیم. نصف مبلغ خونه رو من پرداخت کردم و نصف دیگه‌شو همسرم داد. من که فکر میکردم با خرید خونه درد سرام کمتر میشه، بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که کاملا اشتباه فکر میکردم. بعد از خرید خونه درد سرام نه تنها کمتر نشد، بلکه روز به روز بیشترم شد. زمانی که میترا فهمید میخوام به یکی از شهرک‌های اطراف تهران بریم، مخالفت‌ها شروع شد. اون میگفت همه از شهرستان به تهران میان. حالا ما که عمری تو تهران زندگی کردیم، باید بریم تو یکی از شهرک‌های اطراف تهران زندگی کنیم؟ اون میگفت من روم نمیشه که به دوستان بگم کجا زندگی میکنیم. میترا مخالف بود و من تلاش میکردم تا اونو راضی کنم. اسباب و اساسیه ی خونه رو جمع کرده بودیم و مهلت اجاره این خونم تموم شده بود. اما میترا قبول نمیکرد. از طرفی من واقعا توانایی مالی نداشتم تا خانوادم در تهران زندگی کنن. اما اونا متوجه این موضوع نبودن و تنها به خودشون فکر میکردن. میگفتن زندگی تو تهران رفاه بیشتری داره و توجهی به مشکلات من نداشتن. روز حادثه برای دیدن بچه ها به خونه اونا رفتم و همسرم هم مثل همیشه که من پیش بچه ها میموندم به خونه خواهرش رفت. من تختی داشتم که وقتی اساسیه رو برای اسباب کشی جمع کرده بودیم، اونو به اتاق پذیرایی منتقل کرده بودم. دخترم هم گاهی اوقات روی تخت من میخوابید. اون روز یه حس عجیبی داشتم. قبل از اینکه صحبتی با میترا داشته باشم، وصیت‌نامه‌مو نوشتم و
هر چیزی داخل جیبام بود رو روی تخت گذاشتم. اعصابم خورد بود و از زندگی خسته شده بودم و نمیدونستم چی کار باید بکنم. رفتم آب خوردم، اما بیفایده بود. حسی تو وجودم بود که کلافم کرده بود. میترا روی تختم دراز کشیده بود. بهش گفتم که کوتاه بیاد و قبول کنه که از تهران بریم. اما اون با حالت تندی گفت از اینجا نمیره و پتو رو روی سرش کشید. نمیدونم در یه لحظه چه اتفاقی افتاد که پتو رو از روی سرش کنار کشیدم و با چاقو بهش حمله کردم. میترا با دیدن چاقو فرار کرد و به طرف اتاق برادرش که سمت تلویزیون بود رفت. از اونجا که من و میترا مدام با هم دعوا می کردیم، پسرم به محض ورود من به خونه به اتاقش می رفت و صدای تلویزیون رو بلند می کرد تا تو بحثای ما شریک نباشه. اون می گفت صدای داد و فریاد شما منو عصبی می کنه. روز حادثه هم صدای تلویزیون بلند بود. میترا فریاد می زد و از برادرش کمک می خواست، اما بیفایده بود. اون صدای کمکاشو نمی شنید. در نهایت با ضربات چاقوی من میترا از پا در اومد و روی زمین افتاد. چند دقیقه بعد به خودم اومدم و دخترمو دیدم که روی زمین افتاده. من بچه‌مو کشته بودم. ای کاش پسرم متوجه سر و صدای ما شده بود و از اون دفاع میکرد و اجازه نمیداد چنین کاری انجام بدم. اینطوری الان میترا زنده بود و منم به اتهام قتل بازداشت نشده بودم. بعد از جنایت زنگ تلفن خونه به صدا درآمد. خاله ی میترا میخواست باهاش صحبت کنه. اونا میدونستن که ما مدام با هم دعوا میکنیم و میخواستن از حالش با خبر بشن. منم گفتم که اونو کشتم. فکر میکنم باور نکرد، چون تلفنو قطع کرد و چند دقیقه بعد به موبایل میترا زنگ زد که بازم همون جمله رو بهش گفتم. بعد از اون بود که مامورا اومدن و منو دستگیر کردن. منوچهر می گفت که پشیمونه و هنوز هم باورش نمی شد که دخترشو به قتل رسونده. اما از طرفی هم خیالش راحت بود که به خاطر قتل هولناک و وحشیانهی که انجام داده احساس نمی شه. در انتها و در دادگاه با اینکه مادر میترا درخواست قصاص برای همسرش کرده بود، منوچهر فقط به تحمل 7 سال زندان محکوم شد. آیا به نظر شما این خلأهای قانونی در اسلام باعث افزایش قتل‌های خانوادگی به خصوص قتل فرزندان توسط پدرها نشده؟ برای بررسی راز قتل زجرآور زن جوان در خواب بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشی.